درود رفقا، جلسه 12 هستیم. آرش آرت فروشان هستم با آموزش گیتار و آواز به صورت رایگان. بچه ها، این جلسه میشه جلسه دوم از ترم جدیدمون. لطفا این صحبت های اول ویدیو منو نزنین رد شه، چون بعضی این کارو میکنن. از کجا میفهمم؟ از اینکه میان دایرکت دقیقاً سوالاتی که جوابش اینجاست و از من میپرسن یا توی کامنت ها. بنابراین صحبت های اول ویدیو رو خوب گوش کنید که سوالی هم براتون پیش نیاد، یعنی سوالاتون به حداقل برسه که منم بتونم پاسخگو باشم. کانال یوتیوب من حتما سابسکرایب کنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد ویدیوهای جدید، چون من آواز میذارم، آهنگسازی میذارم و همش به دردتون میخوره، حتی برای بچهای مبتدی، چون همش از صفره. بنابراین حتما سابسکرایب کنید، این زنگوله هم فشار بدین که براتون بیاد ویدیوها. خب بچه ها، من یه لینک براتون میذارم اول این ویدیو، برای اینکه توی این لینک من آکوردسازی یاد دادم. اسمش آموزش آهنگسازیه، اما توش بحث تئوری خیلی داغه. حتما نگاه کنید، از صفرم یاد دادم، آکوردا رو دارم یاد میدم چجوری ساخته میشن. شما ساختار آکورده که یاد بگیرین، دیگه نیازی ندارین هی به من بگین آرش مثلا سی ماژور چه شکلیه، حالا دو دیز ماژور چه شکلیه. دیگه وابسته به من و هیچ مدرس دیگه‌ای در بحث آکورد نیستین. اصلا خودت دو مینور خودتو میسازی. من اینو دارم بهتون یاد میدم توی اون مباحث، و کلا بحث تئوری داغی داره. حتما نگاه کنید، لینکش هم براتون گذاشتم. خب این جلسه بچه‌ها میخوام یه ریتم جدید یادتون بدم با یه تکنیک باحال که حتما خوب با دقت تمرین کنید که بتونید دقیقاً اون چیزی که میزنم رو بنوازید، چون بچه‌ها بی دقتی میکنن، بعدن یه ذره متفاوت میشه ریتمشون، ناراحت میشن. قشنگ ریز به ریز مو به مو با اون چیزی که میگم جلو بیاین، خوب یادش میگیرین. و یه آهنگ خوشگل واسه شب یلداتون، یا آهنگ زیبا از سارا ناینی میخوام بهتون یاد بدم. فقط اینکه آهنگ سارا ناینی رو حالا در ادامه هم تاکید میکنم که یادتون باشه، ممکنه که اجراشو من بذارم توی اینستاگرام، در صورت اجراش از این پست جداست، یعنی بخش اجرای اون آهنگو یا میذارم تو کانال یوتیوب یا اینستاگرام، بستگی داره کپی رایت بخوره بهش یا نه، چون بعضی از اجراها میدونین دیگه، بعضی از آهنگا بهش کپی رایت میخوره. بنابراین اگه تو پست بعدی توی یوتیوب نذاشتمش، توی پیج اینستاگرام هم دنبالش بگردین که آدرس اینستاگرام و تلگرام هم براتون گذاشتم همینجا. بریم سراغ ویدیو. تکنیک آپاگادو یا سکوت صدادار. بچه ها، هم میتونیم با انگشت آی بزنیم، هم با ام آ، به سمت پایین هم هست. حواستون باشه دستتون رو سر ندین، اینجوری فشار ندین به گیتار. دست باید لحظه نگاه کن، یه لحظه بزنه رد بشه. سری یا ام آ یا آی. سری میزنه رد میشه، نگاه. سری. حالا آپاگادو یعنی چی؟ سکوت صدادار یعنی چی؟ اسمش روشه، یعنی یک سکوتی، یعنی یک لحظه، یک آن سکوت و با صدا. نگاه کنید، اینو که میزنم سری کف دستم رو میذارم روی گیتار. کف دست منظورم کجاست بچه ها؟ این گودی دست نم نیست، چون اگه گودی باشه نگاه یه همچی صدایی میده. ببین چقدر بد صدا داد، به خاطر اینکه این گودی خرابش میکنه. من از زاویه دیگه هم قراره براتون فیلم بگیرم که دقیق ببینید کجاست. اینجای دسته، میبینید بچه ها؟ اینجا این مایچه، اینجا وقتی میزنم یه ذره دست، یه کوچولو، نه خیلی ها، یه کوچولو میچرخه، میذارمش اینجا، یا با آی میذارمش اینجا، همه ی سیما رو میگیرم. بچه ها سعی کنین بیشتر وسط این سیما بزنین، ترجیحا سیم یک دستتون نخوره بهتره، برای همین میگم فشار ندین، چون اگه سیم یک رو بزنین بعد این آپاگادو کردنش هم خیلی سخته. ولی اگه این وسط انگشتتون بخوره، میبینین آپاگادو کردن، گرفتن سیمام راحت تره. پس همون لحظه ای که میزنیم میگیریم، یا ام آ آی ام آ. بچه ها اینو تمیز بزنید، تو رو خدا اگه اینو اینجوری دارین میزنین صدا بیریخت میده، فعلا نرین سراغ ریتم نوازی. این باید اینجوری خوشگل صدا بده. حالا میخوای یه هفته تمرین کنی، میخوای 10 روز تمرین کنی، اصلا مهم نیست. من این جلسه بهتون آهنگم یاد میدم با ریتم 6 و 8 که اصلا فانم داشته باشین این هفته. اینو قشنگ واسهش وقت بذارید. از یه زاویه دیگه الان براتون فیلم میگیرم. خب بعدش میرم سراغ ریتم. بریم زاویه بعدی. همونطور که میبینید میخوام اینجا، ببینید بچه ها اینجاست، این گودی نیست، اینجا این برآمدگی. وقتی ضربه رو میزنیم حالا بیا با ام آ، دیدین گرفتمش، یا با آی، نگاه میگیرمش. اصلا از جلو ببینید متوجه این چرخش دست من نمیشین، چون خیلی کمه، خیلی نامحسوسه. میبینید اگه دقت کنید زیاد این سیم یکه نمیخوره، دست من وسط گیتاره، برای اینکه این سیم یکه رو گرفتنش خیلی سخته. میبینید این وسط، این از آپاگادو. بریم سراغ ریتم 2/4.
بچه‌ها این ریتم اسمش 2/4. حسابی تمرین کنید، حسابی هم دقت کنید که خوب یادش بگیرید، چون میدونم خیلی از آهنگایی که دوست دارین بزنین آهنگای جدید مخصوصا با این ریتمه. برم در مورد توضیحاتش. ببینید بچه‌ها، یه دونه پی میخوام بزنم به سمت پایین، رو همین سه تا سیم بالا بخوره برای من کافیه، چون میخوام سریع عروش رد شم، نمیخوام وایستم. اگه این کارو بکنی خیلی طول میکشه، من میخوام سریع رد شیم، چون میخوام برم ضربه بعدی رو بزنم. ضربه بعدی یه آیه به سمت بالا بدون مکس، یعنی یک و یک و، به این آیه به سمت بالا میگم و، که ریتمو بکنم 2/4، یعنی خلاصش کنم تو دو تا ضرب. یک و دومون آپاگادو هست که تازه یاد گرفتیم، آپاگادو دوباره و. و چیه؟ آی به سمت بالا، پی به سمت پایین، آی به سمت بالا. آی همین 3-4 تا سیم پایینی بخوره بسته، حتی بعضی وقتا یکی دو تا میخوره. این آپاگادو هم که یاد دادم بهتون وسط سیما میخوره و دوباره آی همون 3 تا دونه سیم پایینی بسته. پس بیس تریپ، آپاگادو تریپ، اینجوری صدا میده. من برای اینکه مترونوم دیگه روشن نکنم روش بذارم، واسهتون میشمرم، بعد شما همین رو با مترونوم تمرین کنید. یک دو، یک دو، یک دو. این مترونوم 2/4 اگه بذارین دو ضرب براتون میزنه، میگه یک دو، تو هر یک ما دو ضرب میزنیم، یک دو، یک دو. 4/4 هم میتونین مترونومتون رو بذارین که اون وقت میگه 1 2 3 4. خب 100% بعد تمپوشو دو برابر کنید که ذره سرعت زیاد بشه. اگه مثلا با این داشتین با 70 میزدین، اون رو با 140 بذارین 4/4 رو، که بگه 1 2 3 4، 1 2 3 4. اگه این سرعت براتون تونده، بیاین با این سرعت بچه‌ها 1 2 3 4، از این سرعت شروع کنید. تمام هنرجوهای من که روز اول می‌خواستن اینجوری بزنن یاد نگرفتن، همشون 2-3 هفته لنگ این ریتم بودن، ولی بچه‌ای که روز اول به حرف من گوش دادن با این سرعت شروع کردن تمرین، همون هفته اول یاد گرفتن، زدن هفته بعدش هم آهنگ باش زدن خوندن. با این سرعت تمرین کنید، 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و، تندش این شکلیه. مثلا آکورد بگیرم، تو چقدر نابی بس که جذابی منو دیوونه میکنی. یکی از آهنگایی که میتونین با این ریتم بزنین، یا مثلا آهنگای دیگه که میتونین باش بزنین، از خواب برگشتم به تنهایی. پس ریتم خوشگلیه، قرار آهنگای باحالی باش بزنیم، تمرینش کنین حسابی. بریم ویدیو بعدی. همونطوری که بهتون گفته بودم، توی آموزش 2021 هم براتون سورپرایز زیاد دارم. یکی از چیزایی که خیلی ذهنم مشغول کرده بود و می‌خواستم توی این آموزش استفاده کنم ازش، سولفژ کردم. سولفژ کردن یعنی چی بچه‌ها؟ این آهنگی که می‌خوام بهتون یاد بدم چند تا نکته جالب داره. مهمترین نکتهش اینه که وقتی می‌خوایم شروع به آواز کنیم، شروع به خوندن کنیم، مصرع اولش مثل همونجوری که میگه راه رو یا ما چه زود دزدید. یک سولفژ جالبی داره، چند تا نوت رو پشت سر هم به صورت پله‌ای خواننده میاد به سمت بالا، یعنی از مثلا از سیم 5 آزاد اینجا شروع میکنه و میاد جلو. من نوت‌ها رو براتون نوشتم بچه‌ها، حالا چجوری میخوام بهتون یاد بدم؟ میخوام اول بخش کنید واسه من اینو. بیاین چیکار کنیم؟ بگیم راه رو یا مو چه زود دوز دید. 8 بخشه. جالبه که هر کدوم از این بخش‌ها یه نوت داره خواننده میخونه، یعنی 8 تا بخش داره این مصرع و 8 نوت مختلف. و این تکرار هم میشه ها، توی آهنگ فکر میکنم یه سیولش 4 بار این تکرار میشه، یعنی یه بار توی راه رو یا ما چه زود دزدید، یه بار اونجا که میگه تا دیروز قدمی بردار، دوباره پایین تر بعد از ترجیبن میگه نور آرام به درخت بارید، و یه تیکه دیگه هم میگه ماه پنهانه و راه دشوار. هر 4 تای این مصرعا از این روش و از این سولفژ تبعیت میکنه. به اینا میگن خط ملودی، یعنی میگن یک خط ملودی که آهنگساز ساخته و به خواننده گفته بخونتش. بچه ها خط ملودی یعنی چی؟ اینو بعد بیاین تو آموزش‌های آهنگسازی من متوجه میشین. کامل از صفر توضیح دادم بچه‌ها براتون. آکورد سازی نمیدونم، خیلی چیز جالبی قرار توش یاد دادم. حتما بیاین اونور توی کانال یوتیوبم اون آموزش‌ها رو ببینید. خیلی بیشتر مسیر واسهتون هموار میشه. خب بریم آقا ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اگه نگاه کنیم رو این تبل چری که براتون گذاشتم، دونه دونه اینا رو از هم جدا کردم، یعنی نوشتم راه سیم 5 آزاد رو زدم. بچه‌ها من باره بند واسی بستم رو فرت یک، اینو بگم تا یادم نرفته. اورجینال این آهنگ اینجاست، لا دیز مینوره. این چیه؟ این دیز ماست،
فعلا اینجوری بدونین. تو بخش آهنگسازی بازم روی این بیشتر میپردازم. حتی قبلا هم در مورد باره من براتون توضیح دادم ها. من لا مینور میگیرم ولی در اصل لا دیز مینوره، جایی که خواننده استفاده کرده و آهنگساز. پس یادتون نره. آقایون میتونن اینجا بخونن با صدای من کوک بگیرن، خانمام که اصلا با خود سارا ناینی همینجا میخونه. میرم جلو، میگه راه، اول سیم پنجو میزنم. بچه‌ها اینو با تمرین کنین جدا از خوندن، یه چند مثلا ساعت اینو تمرین کنین. راه، بعد بگین رو، بعد بگین یا ما، راه رو یا ما. میگم ما میرم جلو چون دیگه فرتا رو دیگه دارین میبینین دیگه، تبلچر جلوتونه و دارین نگاه میکنین چه فرتایی رو باید بزنید. میگه راه رو یا ما چه زود دزدید. حالا پشت سر هم، راه رویا ما چه زود دزدید. این گیتار همزمان زدن و خوندنش به شما کمک میکنه که کوکتر بخونین. حتی خودم هم مثلا تو هر سه چهار بار خوندنش یه بارش از دستم در میره یه سری از نوتاش، چون سخته. خواننده ها معمولا بچا وقتی اینا رو تو استودیو میخونن بعد یه کوک ریزی تو صداشون صورت میگیره. حالا بعضی از خواننده ها مثلا که تمرینشون زیاده و جوست میخونن، اون کاری ندارم، ولی میگم یعنی این جور نوتا خوندنش سخته، باید حسابی تمرین کنین. یه بار دیگه، راه رو یا ما چه زود دزدید. حالا پشت سر هم، راه رو یا ما چه زود دزدید. یا مثلا جای دیگه میگه، تا دیروز قدمی بردار من رو باز و ادامه. خب پس گرفتین داستان این تبلچره چیه. سورپرایز این جلسه هم بود. سولفج کردن یعنی چی؟ یعنی همین. بریم سراغه حالا اجراش. بچه ها اجرا رو توی پست بعدی براتون میذارم توی یوتیوب. اگه یوتیوب کپی رایت زد و نذاشت پستش رو بذاری، من براتون میذارم توی اینستاگرام اجرای این آهنگو. هنرجوام هم سعی میکنم بدم یکی از هنرجوهای خانمم براتون اجرا کنه، حالا یا با باره من یا بدون باره من، ببینم کجا راحت تر اجرا میکنه. موفق باشید. یه توضیح کوچولو من بچه‌ها جا موندهش. یادتون نره که این آهنگ یه دونه آکورد جدید داره به اسم بی سی ماژور. بچه‌هایی که اپلیکیشن ترم اولو تهیه کردن این آکورد رو قبلا دیدن. خب بچه‌ها این آکورد یه ذره سخته، ولی تو این آهنگ یه لحظه است. ما می‌خوایم فقط یه بار تمرینی بگیریمش. اصلا من این آهنگو یاد دادم به دو دلیل. یک، این آکورد که یه لحظه ما می‌گیریمش، دو جا تو این آهنگ تکرار میشه که ما اینو می‌گیریم و می‌خوایم استفاده کنیم از این آکورد. یادتون باشه موقعی که آکورد باردار می‌گیرین دستتون باز باشه بچه‌ها. من دیدم بعضی اینجوری می‌گیرن، اینجوری نکنید. اینو باید قشنگ این شکلی صاف با کتتون رو باز می‌کنید، این انگشت یک اینجا اینا صاف این شکلی، صدای خوشگل. خب یکی این نکته رو داشت که من خواستم بهتون اینجا بگم. دوم اینکه یه نکته خیلی جالب دیگه هم داره. من اول نکتهشو میگم بعد توی ویدیو اجرا که توی پست بعدی تو اینستا یا یوتیوب توضیح دادم که یا میذارم تو یوتیوب یا میذارم توی اینستا. اگه کپی رایت خورد میذارمش اینستاگرام. از اجراش اگه خواستین ببینین، اگه تو یوتیوب نبود بیاین توی اینستاگرام، حتما اجراشو براتون میذارم. نکته بعدی اینه بچه‌ها که وقتی داریم میخونیم، مثلا وقتی شروع میکنیم گفتن راه رویامو چطور دزدید من یلدام شب دور از خورشید. دیدین دور از خورشید، دور میه پی اول، پی دوم خورشید. این چندین بار آخر بیتا تکرار میشه این اتفاق که ما نصف ریتم بالاییم نصف ریتم پایین. میبینید مثلا تو بیت بعدی هم این اتفاق میفته، میگه باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید. ببینید لا مینور لا ماژور هفت او روید و درخت، یعنی سریع همین رو مینور واسه یه ریتم بعدی. پس یک دو سه، اینجا دیگه پشت سر هم عوض میشه. اینو دقت کنید، بریم واسه اجرای آهنگ در پست بعدی.